خب به عنوان یک دسته مهم از معادلات میخوایم بپردازیم به بررسی معادلات اویلر. شکل کلی یک معادله اویلر حالا در پایه‌ای ترین حالت به این صورت هست: x2 y second به اضافه آلفا x y prime به اضافه بتا y مساوی 0. نقطه مبدأ به طور واضح برای این معادله نقطه سینگولار هست، این نقطه معمولی و عادی نیست و طبیعتاً ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم برای این معادله یک سری هولوش مبدع رو داشته باشیم، حداقل با اون چیزی که تا حالا پیش اومده. اما نقطه جالب اینجاست که ما فرض کنیم y مساوی x به توان r باشه، اینم یه سری توانی دیگه خودش، فقط همه ضرایبش صفر الا یک. در واقع این مساوی یک سری توانی هست n از صفر تا بی نهایت an x به توان n که an مساوی یک هست برای n مساوی r و صفر هست برای بقیه. اصولا و قاعدتا ما نباید بتونیم همچین سری رو پیدا کنیم، اما به عنوان یک مثال نقض الان خواهیم دید که y رو مساوی x به توان r در نظر میگیریم که یک سری هست، یه حالت خاصی از سری هست، و خواهیم دید که میشه، یعنی این معادله اتفاقا جوابش از این نوع هست. خب بریم ببینیم که پاسخ به چه شکلیه. x به توان 2 y second به اضافه آلفا x y prime به اضافه بتا y مساوی 0. فرض میکنیم y مساوی x به توان r هست، خب طبیعتاً y prime میشه r x به توان r منهای 1، y second میشه r در r منهای 1 در x به توان r منهای 2. این سه تا رو در نظر بگیرید و اینا رو جایگزین میکنیم معادلات رو، x2 x اینا همه ضرب که بشه نهایتاً به این صورت تبدیل میشه که r در r منهای 1 در x به توان r به اضافه آلفا در آر در ایکس به توان آر به اضافه بتا در ایکس به توان آر مساوی صفر. اگر همه این طرفین رو به ایکس به توان آر که در حالت کلی نباید صفر باشه تقسیم بکنیم، میشه آر در آر منهای یک به اضافه آلفا آر به اضافه بتا مساوی صفر. این خودش یک معادله مشخصه هست که این رو اگر حل بکنیم، در واقع البته تبدیلش کنیم به یک معادله معمولی درجه 2، میشه r به توان 2 به اضافه آلفای منهای 1 در r به اضافه بتا مساوی 0. این معادله رو میشه حل کرد. دو دام ریشه داره و جالبم اینجا هست که شما فرض بفرمایید، چند تا حالت برای این باز میشه در نظر گرفت. فرض کنید که در واقع x مثبت باشه، این فرض رو فرضاً دارید فقط برای x های مثبت. چون x منفی باشه یه ذره شاید بالاخره مثلا اینکه توان x به چه شکل محاسبه میشه و اینها شاید دچار مشکل بشه. اینو در نظر بگیرید که x مثبته و x به توان r رو خیلی راحت میشه حساب کرد، مشکلی در مختلط شدن و ایناش نداره. این فرض رو گوشه ذهنمون داشته باشه. خب حالت اول چیه؟ حالت اول اینه که این معادله دو تا ریشه، حالت اول اینه که دو ریشه حقیقی و مجزا داشته باشیم، یعنی R1 و R2. در این حالت میشه نشون داد که پاسخ اون معادله اویلر هست y مساوی C1 در x به توان R1 به اضافه C2 در x به توان R2. صدق میکنه تو اون معادله. حالا البته این موضوع اینجا هست که این Rها الزاماً عدد صحیح نیستن، میتونه هر عدد غیر صحیحی هم در واقع باشه، ولی فرض کنیم حتی اگه صحیح هم بودن اون فرض ما در مورد نقطه تکین و اینها رو داره نقض میکنه. این پس نشون میده که بعضی از نقاط سینگولار هم هست که میشه حول اونها یک سری توانی رو نوشت. حالا اگر R1 و R2 کلا عدد صحیح نباشن که اصلا تو اون فرمتی که ما مد نظر گرفتیم، یعنی به این شکل به این صورت این رو نمیشه در نظر گرفت. اینو یادمون باشه که R فقط صحیح باشه این صحیحه، در واقع میشه نوشتین. برجت در این حالت پاسخ به این شکل خواهد. می‌بینید خیلی مشابه با اون چیزی هست که ما در معادلات دیفرانسیل خطی با ضرب ثابت می‌دیدیم.
خب اما اگر یه حالت دیگری رو بخوایم در نظر بگیریم، کماکان x مثبت هست، حالتی که در واقع می‌خوایم در نظر بگیریم این x مثبت فرض شده، این هست که ریشه مضاعف داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی r مساوی r1 مساوی r2، هر دو ریشه با هم برابر باشن. توی این حالت y1 میشه x به توان r، y2 اگه بخوایم بگیم x در x به توان r بالا با اون ذهنیت که قبلا داشتیم، این درست نیست، چون میشه x به توان r به علاوه 1 که مشخصا پاسخ معادله ما نخواهد بود. با اون روش اگر بخواید حل کنید و برسید، نهایتا به تابع ln خواهید رسید، به تابع لوگاریتم طبیعی، حالا یک تابع لوگاریتم مهم نیست مبناش، و در واقع به این صورت خواهد بود که x به توان r در ln x، ln x هست اون مادیفایر و اون ضریبی که در واقع لازم هست، و به این ترتیب y ما میشه چی؟ c1 به اضافه c2 در ln x در x به توان r برای حالت ریشه مضاعف. پس این عامل اضافی برای تولید پاسخ جدید از روی پاسخ قبلی در حالتی که ریشه مضاعف داشته باشه برای معادلات دیفرانسیل اویلر ln هست، لوگاریتم هست. خب این از این. بعد به عنوان حالت بعدی باز هم فرضمون این هست که x مثبت هست، حالتی هست که دو ریشه مزدوج مختلط، دو ریشه مختلط داشته باشیم. توی این حالت r در واقع برابر هست با لاندا به اضافه منهای i میو، طبق همون مفروضاتی که قبلا هم داشت. اینجا هم میشه در واقع نوشت به این صورت که y مساوی c1 در، حالا بذارید با c1 نشون ندم، مثلا بنویسیم به عنوان مثال حالا c1 پریم، مثلا اینا فرض کنید دو تا عدد مختلفن، c1 پریم در x به توان لاندا به اضافه i میو به اضافه c2 پریم در x به توان لاندای منهای i میو. ولی خب این فرمت جالبی نیست، با یه مقدار ضرب و تقسیم و در واقع فاکتورگیری از x به توان لاندا و استفاده از اون رابطه اویلر و اینها، نهایتا میتونیم به این رابطه برسیم که y مساوی هست با x به توان لاندا در c1 که ربطی به این سی یک پریم و سی دو پریم نداره، یعنی اون اعداد نیست، چرا ارتباط که داره دقیقا اون اعداد نیستن، ولی یه رابطه بین اینا وجود داره، سی یک در کوسینوس میو در ln x به اضافه سی دو در سینوس میو ln x. این میشه رابطه که ما در حالت دو ریشه مختلط داریم. ببینید یه شباهت های کلی در واقع به اون موضوع قبلی داره، ولی خب بالاخره تفاوت های ماهوی هم داره. برای سه تا حالت تونستیم این جواب ها رو به دست بیاریم. حالا اگر فرض بکنید که x کمتر از صفر باشه، یعنی فرض کنید که x کمتر از صفر باشه، یعنی در واقع با یک همچین تغییر متغیری مثلا زتا مساوی منفی x باشه، میتونید در نظر بگیرید که زتا در واقع بزرگتر از صفر هست، و اگر این تغییر متغیر رو بدید حل کنید، جالب این هست که به این نتیجه خواهید رسید که همه اینها بر اساس زتا تکرار میشه. مثلا فرض بفرمایید اینو اینطوری در نظر میگیرید و مثلا دو تا ریشه حقیقی با هم در واقع نامساوی رو خواهید داشت، اینها عضو عدد حقیقی هستن و r1 نامساوی r2 هست، فرض کنید اینطوری اگر باشه، این رو اگر اینطوری در نظر بگیرید برید حل بکنید، y میشه چی؟ y میشه c1 زیتا به توان r1 به اضافه c2 در زیتا به توان r2. در واقع زیتا مثبت هست و قرینه x، و شکلی که اینجا داریم در واقع به این صورت هست، میتونیم این شکلی بنویسیم c1 منفی x به توان r1 به اضافه c2 منفی x به توان r2. با این تغییر متغیر رسیدیم به این رابطه برای حالتی که x کمتر از صفر.
حالا همین رو بذارید کنار این رابطه که بذارید این رو توی یک صفحه دیگه بنویسیم. برای همین دوتا حالت فرض کنید که R1 و R2 عضو اعداد حقیقی باشن و همینطور R1 نامساوی R2 باشه. این رو تو ذهنتون باشه. اگر X بزرگتر از 0 باشه Y میشه C1 x به توان R1 به اضافه C2 x به توان R2. اگر x کمتر از 0 باشه y میشه C1 منفی x به توان R1 به اضافه C2 منفی x به توان R2. اگه بخوایم این دو تا حالت رو تجمیع بکنیم، از اینها بخوایم استنتاج بکنیم چی میشه؟ y که به دست میاریم هست C1 قدر مطلق x به توان R1 به اضافه C2 قدر مطلق x به توان R2 که هر دو تا حالت رو پوشش میده. چرا که در واقع طبق تعریف قدر مطلق x مساوی x هست اگر x بزرگتر یا مساوی 0 باشه، مساوی منفی x هست اگر x کمتر یا مساوی 0 باشه. حالا هر دو رو مساوی رو می‌نویسم که ببینید که 0 تو هر دو صدق می‌کنه. پس در واقع هم برای x های مثبت هم برای x های منفی اگه بخوام در نظر بگیریم، رابطه اینه. این هم فرمول قبلی رو دارید، فقط به جای x ها میذارید قدر مطلق x که x های منفی رو هم پوشش بده. و در واقع راه حل ها رو اگه بخوایم جمع بندی کنیم به این صورت خواهد بود که y مساوی هست با c1 قدر مطلق x به توان r1 به اضافه c2 قدر مطلق x به توان r2. این برای حالتیه که r1 و r2 عضو اعداد حقیقی و R1 نامساوی R2 باشه. این حالت الف هست. خب بعد C1 به اضافه C2 ln X در X به توان قدر مطلق X به توان R. این برای حالتیه که R مساوی R1 مساوی R2 باشه. این حالت B هست. و برای حالت بعدی داریم قدر مطلق X به توان لامدا در C1 در کوسینوس میو ln قدر مطلق x به اضافه C2 در سینوس میو ln قدر مطلق x. این هم برای حالت p هست که در واقع r مساوی لاندا به اضافه منهای i میو باشه. پس راه حل کلی معادله اویلر به این صورت هست. حالا یه حالت باز کلی تر از این هم وجود داره که به این صورت هست که اگر حول یک مبدا مشخصی این بست وجود داشته باشه، یعنی این شکلی x منهای x صفر به توان 2 در y سکند به اضافه آلفا در x منهای x صفر در y پرایم به اضافه بتا y مساوی صفر، یعنی اینجا x مساوی x صفر نقطه تکین هست و اتفاقا این نقطه تکینی هست که میشه حول اون بست داد. اینجا پاسخ ها بر حسب قدر مطلق x منهای x صفر خواهد بود. دقیقا مثل همینه، فقط کافیه به جای اینا بذارید x منهای x صفر، دقیقا مثل همون خواهد بود. میشه به راحتی حلش کرد. با این حال که این نقطه تکین هست، نقطه عادی نیست، ولی یک مفهوم دیگری رو ما در واقع باید تعریف بکنیم که به ما کمک کنه که حول بعضی نقاط تکین هم بتونیم بست داشته باشیم یا راه حل داشته باشیم. در واقع ما چیزی که به دنبالش هستیم نقطه تکین منظم هست، یا در واقع regular singular یا singularity point، نقطه تکین منظم یا نقطه منفرد منظم. یه نقطه تکین منظم هست اگر و فقط اگر این شرایط ما هست که حد x منهای x صفر در qx تقسیم بر px وقتی x به سمت x صفر میل میکنه این وجود داشته باشه و حد x منهای x صفر به توان 2 در rx تقسیم بر px
وقتی x به سمت x صفر میل میکنه این هم وجود داشته باشه. منظورمون این که نوشتیم کم تر از بی‌نهایت یعنی وجود داشته باشه، محدود باشه. و در واقع این رو ما باید داشته باشیم، در واقع یک نقطه تکین منظم دارای تکینی ضعیف است. تکین هست ولی خیلی قوی نیست که مانع کار ما بشه. تو هم میشه کارهای جالبی رو با این انجام داد. مثال بزنید. عنوان مثال فرض کنید این معادله دیفرانسیل رو داریم، 2x در x منهای 2 به توان 2 y second به اضافه 3x y prime به اضافه x منهای 2 در y مساوی 0. این حدا رو بریم حساب بکنیم، هولوش دو تا نقطه تکینی که این داره، یکی x مساوی 0 و یکی هم x مساوی 2. بریم حساب کنیم. هول x مساوی 0 بخوایم حساب کنیم، لیمیت x در واقع هول x مساوی 0 دیگه نمیخواد بنویسیم، x در این رو حساب کنیم q تقسیم بر r. وقتی x به سمت 0 میل میکنه این میشه چی؟ این رو اگه بریم حساب کنیم میشه 0. و لیمیت x به توان 2 در x منهای 2 تقسیم بر 2x x منهای 2 به توان 2 وقتی x به سمت 0 میل میکنه این باز میشه 0. پس از اینجا نتیجه میگیریم که x مساوی 0 نقطه تکین منظم منظمه. اما همین رو برای x مساوی 2 حساب کنیم ببینیم نتیجه چی میشه. بذارید اصلا این رو داپلیکیتش کنیم که دوتا داشته باشیم. خب همین رو برای x مساوی 2 اگر بخوایم حساب بکنیم ببینیم که نتیجه چی خواهد شد. خب x به سمت 2 میل میکنه، x منهای 2 ضرب در 3x تقسیم بر 2x در x منهای 2 به توان 2. اینو بریم حساب کنیم، وقتی x به سمت 2 میل میکنه این میشه بی نهایت. خب درسته که x منهای 1 هست ولی 1 میمونه، این میشه بی نهایت. دیگه لازم نیست بررسی کنیم ولی خب میتونیم اینم محاسبه کنیم ببینیم که نتیجه چی میشه، چون یکی از این وجود نداشته باشه کافی. پس در واقع از این نتیجه میگیریم که x مساوی 2 نقطه تکین نامنظم هست و هر کاری هم بکنیم حول این نمیتونیم بس بدیم، این تکینیش واقعا قوی هست. x منهای 2 به توان 2 در 3 در واقع اینو البته x منهای 2 باید بنظرید x منهای 2 تقسیم بر 2x x منهای 2 به توان 2 این با این ساده میشه، حالا نهایتا 0 میشه جوابش. وجود داره ولی خب چون بالایی درست نیست این نقطه تکین نامنظم هست. به هر حال حول x مساوی 2 ما نمیتونیم در واقع حلی رو ارائه بدیم به خاطر اینکه نقطه تکین نامنظم، ولی حول x مساوی 0 چرا میشه بست داد. ما حالا تا اینجا تونستیم معادله اویلر رو صورت خاص حلش بکنیم، حالت خاصش رو میخوام حالا از اینها استفاده بکنیم برای حالات یه مقدار پیچیده‌تر. و همینطور رسیدیم به یک مفهومی از نقطه تکین که تونستیم نقاط تکین رو هم به منظم و نامنظم تقسیم بکنیم. دیدیم که واقعا میشه هولوش یک نقطه تکین منظم راه حل خوبی رو برای یک معادله ارائه کرد. در جلسات بعدی میخوایم از این نتایج استفاده بکنیم و موضوع معادلات اویلر رو نهایی بکنیم.